درود بر شما هجده بهمن ماه 1398 خورشیدی و هفتم فوریه 2020 میلادی امشب صفحه آخر اختصاص دارد به دو موضوع اصلی حالا شاید موضوع فرعی هم در کنارش آخر برنامه بیاد دو موضوع اصلی یکی سند تازه اطلاع داشتن مسئولان جمهوری اسلامی از شلیک به هواپیمای مسافر بری اوکراین و دو ادامه دروغگویی حکومت در پیوند با ویروس مرگزای کرونا پرده آخر هم خواهیم داشت آخر برنامه انتشار علنی مکالمه خلبان هواپیمایی آسمان با برج مراقبت فرودگاه مهرآباد موقع موشک خوردن به هواپیمای اوکراینی که توسط یک رسانه اوکراینی منتشر شد یکی از افشاگری های رسانه است که بازی جمهوری اسلامی رو به هم زد جمهوری اسلامی رفته بود رو چگونگی معامله با کشورهای مستقیما درگیر با این موضوع با کش دادن قضیه با مسکوت گذاشتن جعبه های سیاه هواپیما و هم چنان نفرستادنش به کشور فرانسه یا اوکراین یا به هر حال کشوری که بتونه اینو بخونه و همین پنج شنبه هم آخر وقت پنج شنبه هم باز کانادا و اوکراین از جمهوری اسلامی خواستن که جعبه سیاه برای چندمین بار خواستن جعبه سیاه بفرسه به کشور اوکراین یا فرانسه برای اینکه خونده بشه باری همش دنبال این بود جمهوری اسلامی که مثل همیشه یه راهی برای ماسمالی کردن جنایت پیدا کنه انتشار این مکالمه که عرض کردم بازیشو به هم زد در واقع شاید مکالمه رو شنیده باشین در خبرهای رسانه های ای اول حالا پخش میکنیم البته فشرده شو اول مهمه که واکنش محمود واعزی رئیس دفتر رئیس جمهور اسلامی ایران رو بشنویم که درباره همین فایل صوتی چهارشنبه 16 همه بهمن با خبرنگارا صحبت میکنه میگه هیچ جای این فایل صوتی نمیگه که موشک دیده شده موشک داره میبینه خلبان هیچ جای این فایل یک خوزه دقیقه ای به ما نمیگه که این موشک زده شده اینا میگوید که من از دور دارم میبینم از کرج داره تهران رو میبینه که یک نقطه نورانی در حال حرکت هستش داره از برج میپرسه که این چیه که برج هم میگه نه مشکلی نیست به نظر میرسه که آن که الان داره مطرح میشه که بیشتر هم این رسانه های خارج از ایران دارن مطرح میکنن که مسئولین مطلع بودن قطعا دولت مطلع نبود دولت جمعه یعنی آقای رئیس جمهور جمعه بعد از ظهر مطلع شد حالا مکالمه خلبان هواپیمای مسافربری آسمان با برج مراقبت فرودگاه مهرآباد بشتم این که ساعت شش و چهارده دقیقه صبح چهارشنبه هجدهم دی 98 انجام شد. منطقه تقریبا ساعت رو 320 منطقه اکتیبه جیپیل سلر هسته؟ این سری دولایی مثل موشک چیزی هست؟ 320 منطقه نه کجا؟ ولی شما من نمیتونم تشکیز بدم ولی فکران طرف پیام کرده جنا کجا؟ الان ما نورش رو میبینم از اینجا چیزی اه... نشده, نشده. چجوریه نورش به چه صورتیه نور مشکل دیگه آه. آه های بازی رئیس دفتر رئیس جمهور فرمودن هیچ جای این فایل صوتی گفته نمیشه که به ما نمیگه که موشکه من بعد چلی یک سال اینقدر راحت و واضح اینا دروغ میگن تو تلویزیونشون سیماشون همه میبینن انگار نه انگار و همین روشنی یکی از دلایلش آدم میذاره به اینکه جمهوری اسلامی هول شد دست و پاشو گم کرد تا این فایل صوتی منتشر شد اون از صحبت های حسن رضای فر مدیر کل سوانه سازمان اوپنمایی کشوری گفت اولا این فایل از مجموع اسناد بوده که در تیم مشترک بررسی سانه هوایی در اختیار گروه کارشناسان اوکراینی قرار گرفته است خودمون یعنی دادیم بهشون سانیان تیم بازرسی فنی سقوط هواپیمای اوکراینی در اقدامی عجیب فایل صوتی محرمانه مکالمه خلبان یکی از پروازهای همزمان با پرواز هواپیمای اوکراینی را منتشر کرد اقدام تیم فنی اوکراینی در انتشار این فایل محرمانه نقض قانون است قانون و بر ادامه همکاری ایران با اوکراین در این پرونده تاثیر خواهد گذاشت حتی بعضی رسانه ها تیتر زدن که همکاری ایران و اوکراین سر اوپامی اوکراینی تموم شد بر اساس این حرف یعنی همزمان با این موزه ها برای رسانه هاشون اون از حرف واعزی، حرف مسخره واعزی و این از حرف مسخره رضایی فر مدیر کل سوانه اوپامی سازمان اوپامی های کشوری که میگه اصلا اینا جرم کردن اینو منتشر کردن اطلاعات و امنیتشون میره سراغ خلبان هواپیمای آسمان و خدمه پرواز و مسئول و اپراتور برج مراقبت مهرآباد و چه گذشت بینشون من نمیدونم دو روز بعد از انتشار صدای مکالمه خلبان هواپیمای آسمان با برج مراقبت مهرآباد بیانیه سازمان هواپیمایی کشوری خدمه پروازی شرکت هواپیمایی آسمان به دلیل اشاره به کلمه موشک در فایل صوتی جهت تشریح دقیق مشاهدات خود مورد مصاحبه قرار گرفته و اظهار داشتن نوری را در آسمان مشاهده نموده که حدود یک دقیقه و نیم در حال حرکت و گسترش بوده و سپس منفجر شد خدمه پروازی بیان داشت که مدت زمان حرکت نور در آسمان به اندازه طولانی بوده که یکی دیگر از عوامل پروازی را به درون کابین دعوت و با او نیز مشورت کردند اعضای گروه بعد از مشاهده فیلم آتش گرفتن هواپیما نتیجه گرفتند که شیء رویت شده همان هواپیمای آتش گرفته بوده که بعدا به زمین اصابت کرد و منفجر شد اینا مال بیانیه بعد از دو روز از انتشار اون فایل بیانیه سازمان هواپیمای کشوری بعد از دو روز از انتشار اون فایل صحبت های خلبان هواپیمای آسمان با برج مراقبت فرودگاه مهرآباد که میگه آقا دارم میبینم موشک ها گفتم من نمیدونم چی بینشون گذاشته ولی از این آنچه میفهمیم این است که خلبانه گفته بابا با هر چی میخوایم بنویسیم بنویسین, بنویسین منم میگم باشه همونو گفتم ولی اون دیگه ضبط شده بحث شده آقا این میگه ازشون پرسیدیم اونا گفتن که آره اون هواپیما بود ما هم اونجا فهمیدیم که اون هواپیما ساتیش گرفته و افتاده آدم نمیدونه کلش رو به کدوم دیوار واقعا بزنه اما این دروغ بازی ها. بعد ادامه اطلاعیه سازمان هواپیما کشوری با تحلیل شواهد موجود و اظهارات خدمی پروازی فوق و ذکر نتیجه گیری کارشناسان سازمان احتمال آتش سوزی موتور یا انفجار در درون هواپیما به عنوان منشأ آتش سوزی بوده و به همین دلیل تا قبل از اعلام اطلاعات رسمی از مراجع نظامی احتمال آتش سوزی در هواپیما تشخیص داده شد این یعنی دوباره برگشتن به همون دروغای سه روز بعد از سقوط هواپیما که همه چی قایم کرده بودند و باز و باز ادامه داره قضیه چون هر مرحله افشای یک دروغشون باز میرن با دروغ جدیدتر و مسخره بازی رو ادامه بدن جنایت رو ادامه بدن یه دروغ عجیب قریب دیگه در واکنش به انتشار فایل صوتی گفتگوی خلبان پرواز خط آسمان با برج مراقبت درباره شلیک سپاه به هواپیمای اوکراینی وزیر راه و شهرسازی دولت حسن روحانی این فایل صوتی را تکذیب کرد و گفت پرواز شرکت آسمان بعد از حادثه هواپیمای اوکراین انجام شده است این که قاطی کردن اصلا ها هول شدن خلبانه داره توصیف موشک خوردن به هواپیما طرف آسمان کرج رو میده به برج مراقبت فرودگاه مهرآبادی میگه اصلا پرواز آسمان اون موقع نبوده جدول پروازا مسیر زمان بندی پرواز همش هست کافی نابغه هواپیمایی چی کاره بودی تو آقای نه دولت وزیر راه و ترابری و شهرسازی و اینا کافیه که اونا دروغ تو فاش بکنه کافیه فقط اون جدول زامل اصلا اون اونم گوش ندن مگه کسی باور میکنه که همون موقع که برج مراقبت فرودگاه مهرآباد با خلبان آسمان صحبت کرده به سازمان هواپیمایی و پدافند نظامی خبر نداده جامعه نمیپذیره نه فقط مردم بخشی از بدنه نظام حاکمم نمیپذیره من فقط بگم بعضی قاطی کردن که این برج مراقبت فرودگاه امام خمینی بوده امام خمینی فرودگاه پروازهای خارجی این پروازی که پرواز آسمان داشته صحبت و این فال ضبط شده با برج مراقبت فرودگاه مهرآباد بوده که پرواز شیراز تهران بوده باری ولی همون زمان به هر حال بهرام پارسایی ارز کردم بخش از بدنه نظام حاکم هم نمیپذیره این دروغ رو و از جمله بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس دارین میبینین میگه پخش صدای ضبط شده خلبان هواپیمای آسمان در مسیر شیراز به تهران که از برج مراقبت گرفته شده سراحتا نشان میدهد سازمان هواپیمایی از دلایل وقوع حادثه خبر داشته و ابهامی در این موضوع وجود ندارد فایل مکالمه خلبان با برج مراقبت نشان میدهد مسئولان سازمان هواپیمایی آگاهانه و خلاف واقع سخن گفتند و چطور رئیس سازمان هواپیمایی این موضوع را می دانسته ولی وزیر راه و شهرسازی و خود دولت از آن اظهار بی اطلاعی می کنند و می گویند تنها چند ساعت قبل از اطلاعیه ستاد کل یعنی سه روز بعد از این موضوع اطلاع پیدا کردند این ابهامی است که دولت باید رسما درباره آن با افکار عمومی پاسخ دهد و بگوید چطور سازمان هواپیمایی که بخشی از دولت است از این موضوع اطلاع داشته و رئیس جمهور و دولت از آن اظهار بی اطلاعی میکنند عباس عبدی اصلاح طلب نوشته مهمتر از همه که مسئولین هواپیمایی کشوری و حداقل مسئول حوادث هوایی و برج مراقبت و فرودگاه و آن خلبان هواپیمایی آسمان و رئیس شرکت آسمان و و و به طور طبیعی از ماجرا اطلاع داشتند پس چگونه می شود که آن را به مقامات بالاتر خود اطلاع نداده باشند و حتی رئیس هواپیمایی کشوری بارها و بارها در مصاحبه ها برخورد موشک را به طور قاطع رد کند جالبتر از همه این که اگر این نوار نوار صوتی جزو مجموعه مستنداتی است که دستن در کاران صنعت هوایی کشور تحویل دولت اوکراین دادهاند چرا تا کنون پاسخ این پرسش بدیهی را ندادند که اگر این گفتگو وجود داشته چرا تا سه روز انکار می کردید این همه این ماجرا نیست آه، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی میگوید که یک هواپیمای قطری هم همون موقع شلی که موشک به هواپیمای اوکراینی در آسمان تهران بوده یعنی افسون بر هواپیمای مسافر بری داخلی آسمان که مکالمه رو با برج مراقبت مهرابات شنیدین ابوالفضل موسوی بیوکی نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس میگوید آن شب یک هواپیمای قطری هم وجود داشت و هنگامی که وارد آسمان ایران شد به برج مراقبت ایران موقعیت خود را گزارش داد و آنها نیز به نوبه خود به نیروهای پدافند هوایی اطلاع دادند آنها موفق به هماهنگی شدند تا هواپیما طبق معمول پرواز کند یعنی برج مراقبت به نوبه خود با نیروهای پدافند هوایی تماس گرفتند و بعد اجازه پرواز را دادند. نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس در خصوص هواپیمای اوکراینی گفت مدیران سازمان هواپیمایی کشور در این رابطه اعلام کردند که برج مراقبت برای هر هواپیمایی که از روی زمین بلند می شود در سه مرحله از پدافند هوایی اجازه می گیرد و در رابطه با هواپیمای اوکراینی هم مراحل سگانه مجوز انجام شده بود یعنی برای همه پروازها از جمله مشخصا هواپیمای مسافر برای اوکراین با نه قدم هفتاد مرد، هشتاد یک زن، پانزده کودک و یک نوزاد در سه مرحله مجوز پرواز از پدافند هوایی گرفته شده بود و پدافند هوایی با موشک زد و همه سرنشینان رو کشت سه روز بعد از فاجعه که به دلیل لو رفتن موضوع ناچار شدن اعتراف کنن حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه گفت من درست بعد از سقوط هواپیما گزارش پرتاب موشک به هواپیمای مسافربری رو دریافت کردم که یادتونه سه هفته پیش مفصل به این موضوع با جزئیات پرداختیم و پخش کردیم صحبتاشو یعنی دقیقا چهار ساعت بعد از حمله موشکی سپاه به پایگاه های نظامی آمریکا در عراق که هواپیمای مسافربری اوکراینی رو بالای تهران زدن فرمانده هوافضای سپاه پاسداران میگوید من بلا فاصله گزارشش رو دریافت کردم و بعد بنده موقع که مطلع شدم صبح چهارشنبه بلا فاصله به مسئولین اطلاع دادم این موضوع رو به من گفتن یه هدفی رو زدیم ولی تقارن این یه مقدار من به شک انداخت من غرب کشور بودم بلا فاصله حرکت کردم به سمت تهران ولی بین راه من زنگ زدم به مسئولین گفتم این اتفاق افتاده من احتمال بالا میدم که هواپیمای خودی رو ما زده باشیم حاجی زاده میگه همون بامداد 18 دی بعد از شلیک موشک به هواپیما من گزارش دادم به مسئولان یعنی قبلا هم گفتم ستاد کل نیروهای مسلح فرمانده کل سپاه فرموده کل قوا که علی خامنه ای است و قاعدتا مثل بقیه گزارش های امنیتی نظامی این گزارش هم از آغاز به علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و مشاور نظامی رهبر داده شد و به همین دلیل هم از که شم، شمخانی خودشو به اصطلاح صاحب اله میدونه اینجا و موظف میدونه خودشو که به سمت نظامی امنیتیش بیا توضیح بده که چرا به قول خودشون مجموعه حکومت سه روز در این باره سکوت کرده بود چی میگه؟ میگه فرایند طولانی شدن اعلام دلیل سقوط هواپیمای اوکراینی ضرورت بررسی همه عوامل از جمله اقدامات احتمالی دشمن از جمله جمینگ حک سیستم ها موضوع نفوذ و عوامل مرتبطه دیگر بوده است خبر به این مهمی رو پنهان کردیم به دلیل تحقیق و بررسی خبرش رو پنهان کردیم اونم سه روز به جای اینکه مثل هر کشور امروزی دیگه از اول بگن چون میدونستن که هواپیما با شلیک موشک ساقط شده و ما بعدا جزئیات رو به اطلاع عموم میرسونیم و بلافاصله شروع کنم به بررسی به قول خودشون اقدامات احتمالی دژمن از جمله جمین و نفوذ و این داستان همشون از نماینده مجلس و وزیر دولت و صدا و سیماشون مکرر و قاطع گفتن نقص فنی بوده و این موضوع نفوذ هم البته خیلی مورد علاقه رهبره که دوباره پاش اومده وسط واقعا منتظریم که فردا پس فردا بیان یکی معرفی کنن بگن این نفوذی آمریکا و اسرائیل بوده تو چه میدونم اپراتور پدافندی که هواپیمای اوکراینی رو ساقط کرد منتظری دادستان کل کشور در همایش سراسری فلان و بهمان گفت ریشه این حادثه ناگوار برمیگردد به سیاست های شیطانی استکبار جهانی و دشمن قسم خورده ای ایران یعنی آمریکای فلان و بهمن بعدم اعلام کردن کسی رو که اولین فیلم اصابت موشک به هواپیمای اوکراینی رو گرفت اولین بار فیلم سیاه و سفیدی که پخش شد در همین رسانه پخش شد گفتن اونو دستگیر کردیم چه جوری معلوم نیست کدوم بدبختی رو باز میخوان قربانی کنن بگن اینم نفوذی آمریکا بود و تازه این سناریوی حکومت نوشته شده چون تازه هی این مردابی که اینا در بر گرفته این جنایت واقعا گوتر و گوتر داره اینا رو همینجوری میبره پایین سردار عبداللهی معاون هماهنگ کننده ستاد کل نیروهای مسلح میگوید سیستم اطلاعاتی در حال بررسی نقش نفوذ در حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی است و موضوع جنگ الکترونیک هم در دست بررسی است ببینین با مجموعه داده ها جمهوری اسلامی بر یک اشتباه محاسبه این فاجعه رو به وجود آورد این اشتباه محاسبه رو من تو برنامه‌ای که درباره این موضوع داشتیم گفتم ولی بعد ایمیل های شما عزیزان که رسید دیدم مثل که باید توضیح بدم که این اشتباه محاسبه نه به این معنی که به اشتباه زده دقیق زده اتفاقا و الان توش مونده اشتباه محاسبه به این معنی که جمهوری اسلامی تصور میکرد بر اساس داده هایی که از گزارش هایی که هم این هفته هم برنامه قبلی عرض کردم که بعد از حمله موشکیش به پایگاه های آمریکا در عراق آمریکا چون آنکه بارها گفته بود حمله تلافی جویانه میکنه هرچند محدود اون وقت ارجوی چی بود اون وقت ما هواپیمای مسافربری رو میزنیم بعد میگیم آمریکا زد این فرصت طلایی رو از دست نباید بدیم هم برای تحریک احساسات ضد آمریکایی مردمی که هر روز بیشتر از ما رو بر و صدای اعتراضشون علیه ما بلندتر میکنن هم مظلوم نمایی در عرصه بین المللی که این روزا مخصوصا خیلی بهش احتیاج داریم ولی اشتباه محاسبه داشتن چون آمریکا هیچ اقدام نظامی نکرد بعد از حمله موشکی سپاه به پایگاه های نظامیش در عراق و با این حمله متقابل نکردن آمریکا همه محاسبه های جمهوری اسلامی اشتباه عذاب در اومد یه بار دیگه بشتم بیم اون صحبت فرمانده کل سپاه پاسداران در مجلس روز یک شمه چهار روز بعد از سقوط هواپیما رو که چند هفته پیش براتون پخش کردم این صحبتش که عرض کردم ثابت کرد که فکر نمی کردن کسی بفهمه که هواپیما رو با موشک خودشون زدن فرمانده سپاه برادران ما از همزمانی شلیک و سقوط هواپیما مشکوک شده بودند و من این رو به شما عرض کنم خدا گواه هست ما خودمان منشأ ایجاد این فرضیه شدیم که ممکن است موشک ما اصابت کرده باشد فقط به دلیل همزمانی فقط به دلیل همزمانی و اگر ما خود مبدع شکلگیری این فرضیه نبودیم هیچ کس نمی توانست متوجه شود خب موضوع بعدی بر اساس موضوع بعدی کرونا و جمهوری اسلامی ایران و هواپیمایی ماهان بر اساس آماری که تا پنجشنبه شب و همان ماه اعلام شد شمار جانباختگان ویروس کرونا 492 نفرند و دو چار شدگان به کرونا نزدیک به 25 هزار نفر دو شهر چین در قرنطینه کامله شهر ووهان هم شهر هم استانش که 56 میلیون نفر جمعیت داره و شهر هانگ جو با 9 میلیون جمعیت این آمار قربانیان کرونا رو چین اعلام کرده دولت چین و ولی گفته می شود که قربانیان کرونا در اون کشور بسیار بیش از اینه که اعلام شده در خارج از چین تا پنجشنبه شب هفته همه دی دو نفر از کرونا درگذشتند یکی در هنگ کنگ و یکی در فیلیپین هر دو یه سفر به چین داشتند میدونید حتما که ویروس کرونا در ابتدای کار مثل آنفلانزا عمل میکنه صرفه همزمان تب و تنگی نفس و بعد دیگه عوارز دیگه سقف زمانی که برای بروز این بیماری مرگزا تعیین کردن پزشکان چهارده روزه یعنی میتونه آدم حامل ویروس کرونا باشه اما تا دو هفته نمود و بروز نداشته باشه این ویروس به همین دلیله که هر مزنون به داشتن این ویروس رو 14 روز قرنطینه میکنه گزارشی دارد ایران وایر که 13 بهمن 98 قسمت رو بذاریم براتون بخونم سعید پزشک متخصص داخلی ساکن تهران به ایران وایر میگوید متاسفانه هنوز هیچ نامه رسمی، بخشنامه یا دستورالعمل واحدی در خصوص ویروس کرونا از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به بیمارستانها و مراکز درمانی ابلاغ نشده و هیچ گایدلاینی برای هیچ دستورالعملی برای علائم مشکوک این بیماری و برخورد با بیمار احتمالی داده نشده است. به گفته این پزشک در چند روز گذشته فقط یک بروشور و یک فایل پی دی اف در یکی از کانال های تلگرامی پزشکی به اشتراک گذاشته شده احمد پزشک متخصص عفونی ساکن تهران معتقد است وزارت بهداشت ایران موضوع ابتلا به بیماری کرونا را تا کنون جدی تلقی نکرده او میگوید در حال حاضر بیمارانی که با نشانه های سرماخوردگی و علائم تنفسی به مراکز درمانی مراجعه می کنند باید ایزوله تنفسی شوند و پزشکان و دستنرکاران با لباس و ماسک مخصوص آنها را معاینه کنند و یا به آنها خدمات دهند اما وزارت بهداشت هیچ کدام از این تجهیزات را در اختیار بیمارستان ها قرار نداده است سعید دکتر سعید با اشاره به اینکه هواپیمایی ماهان در چند روز گذشته به طور مرتب در حال پرواز به چین و بازگشت به ایران بوده میگوید گفته می شود از همان هواپیماها در پروازهای داخلی هم استفاده می شود آیا استانداردها برای ضد عفونی کردن هواپیماها رعایت شده است رعایت نمی شود قرار نیست که بشود چون همه چیز رنگ و بوی امنیتی داره تو جمهوری اسلامی تخصص پزشکی مرحله بعد از تشخیص امنیتی است رهبر همیشه با تاکید میگه امنیت قبل از هر چیز است تو سخنرانی های اخیرش به ویژه اینو خیلی برجسته میکنه به همین دلیلی که مثال میزنم دو نفر از مدیران وزارت ارشاد نمیتونن یک حرف واحد بزنن چون میترسن یقشون رو دستگاه امنیتی بگیره دکتر گویا رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیردار وزارت بهداشت روز چهارشنبه گفت از پنجاه دانشجوی ایرانی که امروز از چین آمدند یکی دارای علائم خفیف بیماری است که بستریش کرده ایم تا ببینیم در طول چهارده روز آینده علائم بیماری چه می یعنی قرانتین است خب؟ همون روز چهارشنبه رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت از بازگشت ایرانیان مقیم چین به کشور خبر داد و گفت هیچ مورد مشکوکی از ویروس کرونا در بین این افراد دیده نشده است. تو وزارت بهداشت دو مدیر ارشد در واقع دو معاون تو یک روز دو جور حرف میزنن درباره یک موضوع اونم به این مهمی یعنی خود سانسوری تا کجا کشیده با این حکومت امنیتی مافیایی واقع دکتر گویا چارده بهمن اعلام کرد موردی از ابتلا به کرونا ویروس در کشور یعنی جدا از دانشجوهای چینی که براتون خوندم نمونه که تو قرانتین است هنوز گزارش نشده در کشور چهاردهم بهمن یعنی چهار روز بعد از اینکه جهانگیری معاون اول رئیس جمهور گفت دستور منع پروازها به چین و از چین داده شده خب داخل کشور نمونه دیده نشده گفتن نمیدونم یکی تو کردستان اعلام کرده که یکی بستری شده فلان بعد رفتن گرفتنش گفتن تشویش از خانه عمومی کردی بعد یکی تو اصفهان بعد گفتن نداشته بر حال یک نفر از اون دانشجوایی که اول به رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیدار وزارت بهداشت دکتر گویا اعلام کرد گفت یکشون علائم بیماری داشته که بستریش کردیم و اینها خب ولی بشنوین محمود شهریاری موجر ممنول کار صدا و سیما یه پست از خودش گذاشت توی شبکه مجازی فکر میکنم چهارشنبه پیش امروز معاون وزیر بهداشت با لحنی غیر مطمئن گفت تا به حال نفوذ ویروس کرونا در کشور دیده نشده اما در روزهای آینده احتمال زیاد اعلام اون هست حالا یک سوال خیلی خیلی مهم وجود داره و اون هم اختلاف شورای امنیت ملی با وزارت بهداشته آیا درست است که گفتن شورای امنیت ملی به وزارت بهداشت دستور داده این خبر رو اعلام نکنند تا بعد از راهپیمایی 22 بهمن چون ممکنه این خبر روی شرکت مردم در راهپیمایی اثر منفی بگذاره حالا یک سوال دیگه خیلی خیلی مطرحه آیا اگر یک نفر از بیماری خودش اطلاع نداشته باشه و در این راه پیمایی شرکت بکنه آیا فاجعه ملی رو خواهد داد یا نه و باز خطای انسانی صورت میگیره یا نه چرا تمام کشورهای جهان مرزهاشون رو به روی چینی ها بستن اما ما نبستیم چرا هیچ ایرلاینی چینی ها رو جابجا نمیکنه اما ما اونها رو از استانبول به ایران میاریم و در اینجا بدون قرنطینه به چین برشون میگردونیم یک شرکت هواپیمایی است که این کارو میکنه و دو سه روز پیش البته گفتم دستور آمده که دیگه نکنه الله اعلم قبلا هم از رئیس جمهور و وزارت بهداشت دستور اومده بود که نکنین هواپیمایی ماهان چرا گوش نداد و چرا گوش نمیده و کسی هم نمیتونه وادارش کنه دستور و قانون خودشون رعایت کنه معاون وزارت راه میگوید دولت به هواپیمای ماهان استثنان به هواپیمای ماهان دولت اجازه داد جلسه در روز جمعه در دولت تشکیل شد و بر اساس آن تعلیق پروازهای برنامه ای به کشور چین به سازمان هواپیمای کشوری تا اطلاع ثانوی ابلاغ شد یعنی همه پروازهای برنامه ای تعلیق شد در همین مدت چند روز گذشته که برنامه سفرهای برنامه ای کنسل شده بود برای حل مشکل اتباع ایرانی به شرکت هواپیمای ماهان اجازه داده شد در چند پرواز محدود و کنترل شده نسبت به بازگرداندن شهروندان ایرانی از کشور چین اقدام کنه البته در با برخی از اتباع چینی نیز گست بازگشت داشتن در این پروازها مسافران چینی رو نیز به چین منتقل نمایند حالا چرا ماهان چرا مثلا ایرانر ایر نه این, این خیلی مهمه خواهم گفت هواپیمای ماهان میاد روز دوشنبه 14 بهمن یک اطلاعی میده شرکت هواپیمای ماهان با آگاهی مسافران خود در مسیرهای پروازی به مقاصد مختلف از ایران به چین و بالعکس میرساند که این شرکت بر اساس اعلام سازمان بهداشت جهانی و نقط نظرات سازمان هواپیمایی کشوری ایران اقدام به توقف فروش بلیت در مسیرهای فوق و تا پایان ماه فوریه سال جاری میلادی نموده است یعنی تا نزدیک یک ماه بدیهی است پس از اتمام زمان مذکور بر اساس مجوزهای دستگاههای اجرایی زیربت و سازمان هواپیمایی کشوری تصمیمات لازم اتخاص خواهد شد و هواپیمای ماهان در چارچوب راه های کشور اقدام لازم را به عمل خواهد آورد یعنی چی بلیت میگه به چین نمیفروشه میگه دروغ میگه حالا خواهم گفت یعنی دسته کم تا یه ماه دیگه بیشتر از سه هفته دیگه میگه ما بلیت نمیفروشیم برای این مدت و پروازها به چین و از چین آیا قطع به هر حال یا برقراره ادامه اطلاعیه رو براتون میخونم همین الان دستتون همچنین به اطلاع میرساند در این مدت یعنی تا همین یه ماه دیگه هر گونه پرواز رفت و برگشت به چین به منظور انتقال مسافران ایرانی از چین به ایران و مسافران چینی به چین در چارچوب مجوزهای سازمان هواپیمایی کشوری ایران و چین بر اساس توافقات جاری انجام خواهد شد یعنی اون حرفایی که اول زدیم همهش پرد یعنی داریم میکنیم این کار خب سیزده بهمن 98 توافقات جاری ببینید چیه سیزده بهمن 98 ایرلان پرس نوشت همکاری عجیب هواپیمایی ماهان با چینی ها برای جابجایی مسافر سفیر چین این مال 13 بهمن گرما گرم ممنوعیت سفر به چین و اینها سفیر چین از دیدار خود با مدیر عامل هواپیمایی ماهان و ابراز علاقه وی به ادامه همکاری خبر داد او در توییت توییتر در توییت خود به زبان فارسی نوشت دیداری با مدیر عامل شرکت هواپیمایی ماهان داشتم که تی آن عرب نژاد اعلام کرده ماهان مایل به ادامه همکاری با چین است عرب نژاد مدیر عامل اجرای ماهان انگاری چه اتفاق نیفتاده نه کرونای آمده نه بیش از 65 میلیون نفر در چین قرانتینن نه پرواز هواپیماها به چین از همه جای جهان ممنوع شده هیچ همین الان اگه صفحه هواپیمایی ماهان باز کنین اولین ستون رزرو بلیتش یعنی بیاین پایین دست راست اولین ستون ستون رزرو بلیت رفت و برگشت به شانک های چینه برای همین فردا مثلا رفت و بزنین برای چند روز بعدش برگشت رزرو میکنین قطع نشده چرا اینجوری با جون مردم بازی میکنن؟ چون مال سپاه پاسداران یعنی هواپه ماهان کلن عرض میکنن که میگن مال سپاه دکستر فیل کینز روزنامنگار آمریکایی برنده جایزی پولیستر در سال 2009 میلادی در گزارش مفصل در هفته نامه نیویورکر میگه از اواخر سال 2012 8 سال پیش یعنی 7 سال پیش فرض بفرمایید پروازهای حامل افسران سپاه قدس و همچنین سلاح و تجهیزات به سوریه بیشتر شد یکی از بزرگترین موفقیت های قاسم سلیمانی متقاعد... کردن دوستانش در دولت عراق بود تا اجازه دهند هواپیماهای حامل سلاح و تجهیزات از طریق عراق به سوریه پرواز کنند نظارت بر این پروازها به عهده هادی الامری وزیر ترابری وقت عراق است که همپیمان دیرینه قاسم سلیمانی است. عادی العامری الان جانشین مهدی المهندس رئیس حشد شعبی عراق شده. مهدی المهندس میدونید که همراه قاسم سلیمانی در بغداد کشته شد. این عکس هادی العامری بود با قاسم سلیمانی. حالا ادامه مطلب نیویورکر هادی الامری در گذشته فرمانده سپاه بدر بود و به عنوان یک سرباز در صفوف قوای ایران علیه صدام حسین در دوران جنگ ایران و عراق حضور داشت. سپاه بدر که میدونید شاخه نظامی مجلس اعلی انقلاب اسلامی عراق بوده است که در اوایل جنگ ایران و عراق در داخل سپاه پاسداران تشکیل شد و خب نقل و انتقالات سپاه قدس نیروی قدس سپاه بدیهی است که نمیتونه با هواپیمای ایران ایر انجام بشه یا اگر هم انجام میشده دیگه نمیتونه ادام پیدا کنه اون اوایل او اگه انجام میشد قاچاق و که همیشه نمیشه با هواپیمای دولتی کرد که بالاخره یه عقدشو میگیرن و دولت باید حکومت باید پاسخ باشه هواپیمای ماهان هم که غیر دولتی است و هم از اول قاسم سلیمانی در جدیان کارش بوده فرمانده نیروی قدس حسین مرعشی پسرعموی عفت مرعشی همسر هاشمی رفسنجانی سهامدار عمده شرکت هواپیمایی ماهانه ماهان در واقع زیر مجموعه مؤسسه مولا الموحدینه که مال مرعشی و یحیی سب یحیی جعفری امام جمعه سابق کرمانه مولا الموحدین مؤسسه سرمایه گذاری که 100 درصد سهام ماهان مح... ایر رو داره و 50 درصد سهام کرمان خودرو رو, رو. اگه نمیدونستین بدونید آقای مرشی که چرا نمیگیرم ما مردم چیکاره این خود آقای حسین مرشی از اوایل جنگ ایران و عراق از ریاست جهاد سازندگی استان کرمان گرفته تا استانداری کرمان تا ریاست دفتر رفسنجانی تا نمایندگی دو دوره مجلس تا معاونت ریاست جمهوری در دوره محمد خاتمی سمت های مهم مهمی داشته بدون اینکه تحصیلات دانشگاهی داشته باشه تقوا داشته دیگه علم نمیخواد که تقوا کافی است تقواش ایناست که دارم عرض میکنم همیشه عضو شاخص کارگزاران سازندگی بوده تو انتخابات داشت 88 داشت هم عضو ستاد میرحسین موسوی بود هواپیمای ماهان سال 1371 تاسیس شد وقتی حاج حسین مرعشی استاندار کرمان بود خودش تعریف میکنه مختصر براتون بخونم یک روز در دفتر کارم نشسته بودم که یکی از دوستان از دوبی تماس گرفت در دفتر کار استانداری یعنی یکی از دوستان از دوبی تماس گرفت و گفت یک آقای مصری به نام ابراهیم کامل چهار هواپیما دارد و میخواد در ایران شرکت هواپیمایی تأسیس کند و سوال کرد آیا شما آمادگی دارید این کار را در کرمان انجام دهید و من هم بدون درنگ و تعمل موافقت خودم را اعلام کردم فوری به رئیس فرودگاه کرمان دستورات لازم را دادم و فردای آن روز در سالن فرودگاه ما با طرف مصری نشستیم و مذاکره کردیم و قرار گذاشتیم که یک شرکت مشترک به صورت 50 50 تشکیل بدیم حالا ببینید 50 50 چجوریه تشکیل بدیم به شرط آنکه سهم ایران را او تامین مالی کند ما یک قرون ندیم بعد از ما طلبکار باشد تا از درآمد شرکت آن را بردارد اول قرار شد به همین شکل که گفتم عمل کنیم بعد مطلع شدیم که دولت ایران در زمان شاه چند وام به دولت مصر داده بود که دولت مصر نتوانسته بود وامها را به ایران بازپرداخت کند چهار تا هواپیمای توپلوف گرفتیم به جای بازپرداخت هایی که مصر از ایران قبل از انقلاب گرفته بود چی شد؟ شرکت مثلا خصوصیه حالا موقع آقا استاندار کرمان بود ولی شرکت غیر دولتیه این شرکت خصوصی با یک دولت یک کشور دیگه ای قرار میذاره که باز پرداخت وامی رو که از کشور ما از دولت ما گرفتین به جاش هواپیما بدین به ما تا ما باش مسافر کشی کنیم گی مال فردای انقلاب هم نیست سال 1371 الان چل تا هواپیما داره ماهان چهار تاش بوینگ دو تا از بوینگ ها در حال تعمیر طبق گزارش هایی که در وبسایتش داده همین الان بریم ببینید دو تاش در تعمیر دو تا دیگه سر پاس چهار تا بوینگ <تصفح> اوز میخوام حداقل اقل باید سی دو سالشون باشه چجوری آمریکایی بوینگ چجوری تعمیر کردن طوله با تعمیر میکنن قطعاتشو رو عوض میکنن با این تحریم سفت و سخت بین المللی سپاه دیگه قاچاق از واسطه ها و البته گاه جنس بنجل که بارها باعث فاجعه شد به لیست فجایع هوایی و سوانه هوایی همین شرکت هواپیمایی ماهان رو نگاه کنین فرصت نیست میخواستم اگر کاش آورده بودم تو برنامه رو وبسایتش روی روی تو توی گوگل اگه دسترسی داشته باشین چک بکنین تمامش هست ببینید چه لیست بالا بلندی باری اسم هواپیمای ماهان از کجا آمد؟ آقای عطالله مهاجرانی این اسمو میذاره روی این هواپیمایی مرعشی میگه تو اسمش مونده بودی مهاجرانی گفت بذارین ماهان یک خاطرم هست از تحماس به مظاهری که اون موقع وزیر دولت بود دوره خاتمی خونده نیست خاطره مال سال 1382 که مظاهری وزیر اقتصاد دارایی بود و ابراهیم شیبانی رئیس کل بانک مرکزی مظاهری میگه یک روز در حین برگزاری جلسه هیئت دولت به بنده پیغام دادن که چند دقیقه بیایید بیرون با شما کار دارند پرسیدم چه کسی کار دارد گفتن آقای مرعشی که در آن زمان یعنی سال 82 نماینده مجلس بود بحث جلسه دولت به نوعی بود که نباید جلسه رو ترک میکردم پیغام دادم که الان نمیتوانم از جلسه بیام بیرون بعد از جلسه هم دیگر رو میبینیم متاقب آن دیدم یک بر کاغذ از خارج از جلسه به داخل آوردم و روی آن امضای تعدادی از اعضای دولت را جمع میکنم در نهایت آن کاغذ رو با آقای دکتر شیبانی رئیس کل وقت بانک مرکزی دادن و او امضا کرد و سپس برای من آوردن که امضای آخر را انجام داد. دیدم صورت جلسه هیئت امنای حساب ذخیره ارزی همین که بعدا شد حساب توسعه و رقمی حدود 150 میلیون دلار ارز برای خرید سه ما تخصیص داده شده است خب ببین این حساب ذخیره ارزی دوره خاتمی بنا گذاشتند برای مازاد درآمد از فروش نفت که مازاد چه تو حساب ذخیره ارزی خب حالا از پول نفت 150 میلیون دلار میخوان بدن به آقای مرعشی برای اینکه ستا هواپیما بخره برای ماهان از آقای شیبانی رئیس کل وقت بانک مرکزی پرسیدم شما در جریان این موضوع هستید پاسخشان منفی بود گفتم پس چرا امضا کردید ایشان گفت که چون آقای مرعشی دنبال آن هستند و بقیه هم امضا کردند به آقای شیبانی گفتم این مسببه چند ایراد اساسی دارد یکیش این است که دستگاه مربوطه و بانک عامل هیچ کدام برای عقص این اعتبار نیامدند و آقای مرعشی که نماینده مجلس هستند اند این مسببه را بگیرند معلوم نیست ایشان چه مسئولیتی در این مسببه دارند هواپیمای ماهان تنها شرکت هواپیمای ایرانه که غیر از خود مرعشی تنها شرکت هواپیمای مسافربری ایران غیر از خود مرعشی همه مدیرش و کارکنان ارشدش سپاهی از حمید عرب نژاد مدیر عامل ماهان گرفته تا مسئول نیروی انسانی ماهان تا مسئول کیترینگش تا خیلی از خلباناش حمید عرب نژاد مدیر عامل اجراییش متولد روستای خانو که اگه درست بگم مال زرند کرمانه عرب نژاد دوره جنگ جزو تیپ سارالله بود که قاسم سلیمانی از بسیجی های کرمان تشکیل داده بود تیپ سرالله میشه لشکر 41 که سرالله که سه تا گردان داشت فرمانده گردان زرهی تجهیزاتش همین حمید عرب نجات بود بعد از جنگ مرعشی میاد با پیشنهاد قاسم سلیمانی حمید عرب نجاد میکنه مدیر ماهان و کل هواپیمایی میفته دست سپاه معاونت نیروی انسانیش میشود حمید اصلانی سردار سرتیب حمید اصلانی حمید اصلانی تو گروه های ضربت سپاه بود با عزیز جعفری فرمونده قبلی سپاه منتقل میشن نه همیشه با هم بودن منتقل میشن به نیروی زمینی سپاه حمید استانی میشه معاون منابع انسانی نیروی زمینی سپاه همزمان معاونت نیروی انسانی ماهان رو هم داره هم تو سپاه هم تو ماهان یه شغل داره بعد با عزیز جعفری میره فرماندهی کل سپاه که عزیز جعفری میشه فرمانده کل سپاه حمید استانی میشه معاون اجرایی کل سپاه پاسداران و رسما مشاور حمید عرب نشاده. همین الانم هم. مدیر آلبوم عامل اجرای ماهان قبل از کشته شدن قاسم سلیمانی این باید بشنوید با یکی از بستگان حمید در نجاد تلفنی صحبت میکردم از پیوند چگونه یه پیوند قاسم سلیمانی با حمید عرب مدیر عامل ماهان ایر میگفت سالهای سال آقای عرب نجاد سرواز زیردست آقای سلیمانی بوده فرمانده گردان زرهیش بوده آقای قاسم سلیمانی کمک کرده که به حمید عرب نژاد از سپاه پاسداران جدا بشه و به مدیریت یک ایرلاین خصوصی به پیونده. در صورتی که یک سپاهی سردار به سادگی نمیتونه از سپاه جدا بشه و به یه شرکت خصوصی به پیونده. آیا استخداماش استخدامایی که انجام میشه توی ماهان هم با نظر قاسم سلیمانیه یا بیچ ربطی نداره؟ اون پستای خاصی که توی شرکت هواپیمایی است بالاخره شرکت هواپیمایی یه سری پستای خاصی داره مثل خلبان مثل مدیریت ها معاونت هاش خیلی از خلبان ها و مدیریت ها به سفارش آقای قاسم سلیمانی به حمید عرب نجات هستش که وارد شرکت میشن خیلی از فرزندای لشکر چهل و یک سارالله کرمان فرزند خواهر قاسم سلیمانی اومده شده خلبان توی ماهان فرزند فرمانده کل ارتش شده خلبان توی ماهان سر لشکر ساله ای هست فرزندش سجاد ساله ای اونو میاد خیلی راحت بورسیه میکنه میکنه تش خلبان از طریق این کارهایی که انجام میده با فلان سردار فلان وزیر وسایلی که میخواد وارد کنه خارج کنه هواپیما قطعاتش یا هزاران کار دیگه که میکنه و کسی متوجه نمیشه خب پوشونده میشه بله از آدم های ارشد هواپیمایی ماهان که از دوره جنگ در سپاه بودن حمید اسکری است کرمانی از فرمانده های لشکر شلیک سارالله که مدتم تو اطلاعات سپاه بوده این آدم تهیه غذای ماهان به اسم کیترینگ آرمان دستشه غذایی که توی هواپیما ما میخورین و اینا مالا همین آقای اطلاعاتی سپاه های اسکری یکی از کارمندهای هواپیمایی ماهان برام نوشته با هر پرواز یک نفر فنی با هواپیما می رود. ولی همیشه در پرواز سوریا چارتر بیروت یک عد جوان و مسن ریشو هستند که مسافر هم نیستن. این را همه پرسنل پای پرواز و مهمانداران می توانند تشخیص دهند اما به مهماندار بدبخت چه ربطی دارد و چه می تواند بگوید هواپیمای ایرباس یا بوینگ هر دو دو تا صندوق دارن جلو عقب به نظر شما چه علتی دارد که گشت سپاه کانتینرهای قفل شده را تا پای هواپیما همراهی کند آن هم نه همیشه گاهی در پرواز سوریه یا عراق سوتی به این بزرگی رو نمیتوان دید پس برای چه آمریکا ماهان را تحریم کرد به علت همکاری با قدس فرصتی که دارین، داریم اجازه بدین که برگردیم مختصر به سوء استفاده مالی هواپیمایی ماهان از موقعیت فعلی شیوع ویروس کرونا ویدیویی رو که الان می‌بینین یک شنبه گذشته از فرودگاه استانبول گرفته شده فرودگاه استانبول اینجا و نمیدونم خوشبختانه متاسفانه چون دوستان چینی مونه کسی دیگه قبول نمیکنه فقط پرواز ماهان به عنوان ترانزیت داره این دوستان رو به ایران منتقل میکنه که از اونجا هم با یه پرواز برن به چین جایی که نه ترکیش اینا رو قبول کرده نه امیره نه قطعه بیست بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با اشاره به ابلاغ توقف پروازهای چین از سوی معاون اول رئیس جمهور گفت قرار بود این پروازها تنها برای آوردن دانشجویان و ایرانیان از چین برقرار باشد ولی مشاهده برقراری پروازهای چین بودیم و ایرلاین های ایران به صورت ترانزیت مسافرهای چین را از کشورهای دیگر منتقل میکنند ایرلاین ها البته نه فقط همین همین ماهان ایر و افسود علاوه بر این دیداری که مدیر ما با سفیر چین داشت که اشاره کردم برای ادامه همکاری با این کشور اعلام آمادگی کرد نشان از این دارد که سازمان هواپیمایی بر زیر مجموعه های خود تسلطی ندارد این در حالی است که به خاطر گسترش ویروس کرونا در چین و از آنجا به کشورهای دیگر بسیاری از کشورهای جهان تمامی پروازها بین خود و چین را از چند روز پیش متوقف کردند تقریبا همه کشورهای جهان و تسلط نداره خب اینکه روسیه تسلط نداره فردای سقوط هواپیمای اوکراینی در 18 دیماه ماه 98 جنبندی میخوام بکنم حسام الدین آشنا مشاور امنیتی روحانی توییت زد و تهدید کرد روزنامه‌نگارا رو که قضیه رو دنبال نکنن همون فرداش دارین می‌بینین توییتشو دیگه حالا درباره کرونا و هواپیمایی ماهان هم همون وضعه خبرنگار اقتصادی روزنامه شرق در صفحه توییترش نوشته خبر رسیده به رسانه های که خواهان توقف پرواز ماهان به چین شدند، این خط خبری را دنبال نکنند این پنهانکاری و سانسور و تهدید بخشی از سیاست جعل اخبار منحرف کردن از خان عمومی است از واقعیت رویدادها این سوء استفاده از رسانه ها در واقع که این مسیر رو داره پیش میره سالهاست تخصص مدیرای جمهوری اسلامی شده و کلی کارشناس و خبرنگار و مدیر رسانه‌ای هم برای همین هدف تربیت کردن یهو تو آمریکا میبینیم که یه وبسایت خبری به اسم امریکن هرالد تریبون سر در میاره که پولش از ایران میگیره سرش تو ایرانه این بخشی از سیاست انتشار خبر دروغ و انحراف از خانه عمومی از واقعیت ببینین امریکن هرالد تریبون پنج سال تاسیس شده با اینترنشنال هرالد تریبون که 53 سال مالکش فقط نیویورک تایمزه البته 130 ساله که هرالد منتشر میشه مطلقا متفاوته ربطی به هم نداره یعنی به اینترنشنال هیرالد تریبون رابطی نداره یعنی آمدن با سو اسفاد از اسم معتبر هرال تریبون یه امریکن به اولش چسبوندن شده امریکن هرال تریبون و رو ثبت کردم من فقط یک مطلبی براتون یک تیکه بخونم از تصنیم 14 به 98 و میزان هر دو رسانه های سپاه و قوه قضایی ببینین متن فارسی امریکن هرال تریبون متن مقاله رو نوشتن انگار روزنامهی تو ایران نوشتن مال سپاه دیگه ببینین نوشته امریکن هرالد تریبون نوشت ایران بر اساس آموزه های اقتصادی و اجتماعی اسلامی توانسته است در بسیاری از زمینه ها مانند کاهش فقر، بهبود مراقبت های بهداشتی، ریشه کردن بی افزایش دسترسی فلان, فلان 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 موفق باشد و به طور خاص استقلال امنیت این کشور را تضمین کرده است. اینو یعنی یک نشریه آمریکایی نوشت در که ما ایران اسمش از امریکن تریبون ببینید این مافیای دروغ رسانه‌ای است که جمهوری اسلامی در غرب و در کشورهای دیگه البته به وجود آورده و باید دونه به دونه افشا بشه بریم پرده آخر میدونید زمینا صبح به صبح با هم حرف میزنه این زمین با اون زمین همسایه صبح میشه اینا با هم حرف میزنن احوال پرسی میکنه بعد او از این سوال میکنه دیروز بر تو چه گذشت بگو ببینم عبادت خدا شد یا معصیت خدا او از او سوال میکنه تو بگو ببینم دیروز روی تو معصیت خدا کردن یا عبادت خدا کردن زمینا شروع میکنن به هم دیگه جواب دادن تو السنه روایات داریم اباهات افتخار مال اون زمینیه که برای زمین دیگری خبر بده دیروز رو من برا حسین مجلس گرفت شب و روزگار خوش